سلام، اخبار امروز جمعه 22 ایول را از استودیوی رادیو آزادی از پراگ تقدیم میکنیم. در برنامه امروز نامزد به مقام ریاست جمهوری آمریکا دونالد ترامپ وعده داد در صورت پیروزی دهشت افکنان را زود شکست میدهد. ما وحشیان گروه دولت اسلامی را خیلی زود شکست خواهیم داد. تنگ دستی و بیکاری زنان افغان را وادار کرده است ترس را فراموش کنند و به صف نظامیان بپیوندند. این در تلفن مصروف نشو، خدا نخواسته کدامی فریب نده. این آدمی سیاست عقل خام دارنی. خدمات مهاجرت میگوید کوشش دارد راه مهاجران رانده شده از روسیه دیگر بار باز شود. من در 6 ماه سال 2016 زیاده از 210 نفر مهاجران ملیتی ما که در رویخط ممنوعشدگان بودند از این رویخط خارج شده. تفصیل خبرها. وزیر امور داخلی تاجیکستان میگوید با مراجعه به اینترپل پلیس بین المللی خواستند در بازداشت محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی مساعدت کند. رمضان رحیم‌زاده در این باره روز 21 ایول در نشست خبری در دوشنبه صحبت کرد. ما با اینترپل برای بازداشت و استرداد کبیری مذاکرات داریم. محی‌الدین کبیری ماه مارس سال گذشته تاجیکستان را ترک کرد و بنا به گزارش‌ها در یکی از کشورهای اروپایی است. مقامات تاجیکستان او و حزب نهضت اسلامی را که سازمان تروریستی اعلان شده است با طرح‌ریزی آشوب بر رهبری عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر دفاع متهم می‌کنند. کبیری این ادعا را به اساس نامیده است. بعد از این آشوب در ماه سپتامبر سال 2015 14 عضو ریاست حزب به سال‌های طولانی زندان محکوم شدند. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه آمریکا به مقام رئیس جمهور در انجمن حزب رسما این نامزدی را پذیرفت. او رقیبش از حزب دموکرات هیلری کلینتون را به آن متهم کرد که در زمان وزیر امور خارجی بودنش سبب مرگ و خرابی تروریسم و ضعیفی ایالات متحده آمریکا شده است. دونالد ترامپ ضمن سخنرانی 75 دقیقه‌ای در شهر کلیولند ایالت اوهایو گفت تهدیدهای امنیتی به آمریکا را از بین می‌برد. ما وحشیان گروه دولت اسلامی را خیلی زود شکست خواهیم داد. دونالد ترامپ همچنین شدت گرفتن بحران‌ها در خاورمیانه و سربالا کردن گروه دولت اسلامی را به عیب هیلری کلینتون دانست. خانم کلینتون از سال 2008 تا سال 2012 وزیر امور خارجه آمریکا بود. دادستانی شهر پاریس میگوید شخصی که در روز فتح باستیلیا در شهر نیس فرانسه 84 نفر را کشت، ماها برای این حمله آمادگی گرفته است و دست کم 5 نفر به او کمک کردند. گزارش شهلای گلخواجه را میبینیم. دادستانی شهر پاریس گفت جوانی که در روز تجلیل فتح باستیلیا در شهر نیس فرانسه 84 نفر را کشت، ماها برای این حمله آمادگی گرفته است و دست کم 5 نفر به او کمک کردند. فرانسوا مولان در این باره روز 21 ایول در یک نشست خبری در پایتخت فرانسه گفت: Les investigations menées depuis la nuit du 14 juillet dernier n'ont en fait cessé d'avancer. تحقیق که شب 14 ایول شروع شد پیشرفت میکند و به ما امکان داد ثابت کنیم که عمل مرگبار محمد بوهلل پیشکی تحریزی شده است و ما معلوم کردیم که با او برای این عمل جنایتکارانه شریکانش کمک کردند. شب 14 ایول محمد لوید شهروند تونس سبور فرانسه در شهر سوهیلی نیس ماشین برکش 19 تانه را در یک تفریحگاه به سمت ازدحام بزرگ ساکنان شهر و خارجان روانه کرد و 84 نفر را کشت. خود او را ماموران پلیس با ضربی تیر کشتند. در رابطه با این حادثه 5 نفر دیگر، 4 مرد و 1 زن را دستگیر کردند و به بازداشتگاه اداره پلیس ضد تروریستی به شهر پاریس انتقال دادند. آنها تا زمان پایان تحقیقات و اعلان رسمی اتهام در اینجا نگه داشته می شوند. مسئولیت حمله به شهر نیس را گروه دولت اسلامی به دوش گرفت و این حمله سوم به فرانسه از ماه ژانویه سال 2015 است. بعد حمله های تروریستی مرگبار در ماه نوامبر که 130 کشته بر جای گذاشتند در فرانسه، وضع فوق‌العاده اعلان شد و تاکنون ادامه دارد. خدمات مهاجرت تاجیکستان کوشش دارد راه مهاجران رانده شده از روسیه را دیگر بار باز کند. من در 6 ماه سال 2016
زیاد از 210 نفر مهاجران ملتی ما که در رویخط مملکتگان بودند از این رویخط خارج شدند. ولی پیش از این صحبت سر می‌زنیم به دوشنبه که در اینجا دوره‌های آموزشی برای مرزبانان تاجیک و افغان ادامه دارد و به عنوان افغان هم در آن شرکت می‌کنند. در این دوره‌ها سرحدبانان تاجیکستان و افغانستان راه‌های معاشرت در گذرگاه‌های مرزی و استفاده از تکنولوژی‌های نو را می‌آموزند. مرزبانی در افغانستان نارام کاری آسان نیست، ولی بعضی از بانوان افغان با وجود تهدید و خطر زیاد همین راه را پیش گرفتند. سرانگیز نوروز شاه با چند از این زنان صحبت کرد. تنگ دستی اویلا و نوتوانی و بیکاری مردان خانواده شماری از زنان را در افغانستان وادار کرده که ترس و حراس را یکسو گذارند و به صف نظامیان بپیوندند. از لطفیه دهلیس نوری مادری شش فرزند در شیرخان بندری افغانستان برخی قماندان نام میبرند. وقتی که من پلیس شامل شدم، من آمدن خیلی منت کردن و که تو چرا رفتی؟ در جامعه جنگ زده افغانستان که حقوق زنانش محدود است، تهدید به زنان نظامی پوش و قالب شکن بیشتر است. واس خوب 24 ساعت خراب است دیگه، ما اینا جایم رفتن میتونیم. پیشو بود یگان قندز امام صاحب میرفتیم، عالی اعظم خانه خود ما دور رفتن میتونیم. بشم هم به ترس و لرز میباشیم، روزم که کدام دشمن نبیه ما را نزنه. یادم اوتر یک جا میریم، در کسی نمیگیم که ما جای میریم. اگه پرسانم گد از خانه از اولادای ما، میگم بگو که خانه همسایه است یا بگو در وظیفه است، نگوین که قندز رفته، امام صاحب رفته یا کابل رفته، تو گپا را نزنید. در صفی پلیس سرحدی افغانستان حدودی 200 زن فعالیت میکند. اکثریت با برقه های سیاه تا جای کار میروند و بعدن تبدیل لباس میکنند. گلبیبی خوجه هم در میدان هوایی حربی در قندز به حیث تفتیشگر کار میکند. 200 دلار معاش میگیرد و میگوید شوهرش به یک شرط برایش اجازه کار را داد. خدا نخواد خطایی کنی، گفت که گفت زنده تو عزیزم نیبره، شکر امون کلش از من خوش است. خطایی یعنی چی؟ یعنی باید این در تلفن مصروف نشه و خدا نخواسته کدامی فریب نته. این آدمی سیاست عقل خام دارنی. لطفیه و گلبیبی که حالا برای شرکت در یک دوره آموزشی در دوشنبه قرار دارند، میگویند حتی از این سفرشان هم بسیاری از همسایه و نزدیکان خبر ندارند. وزارت امور داخلی افغانستان حالا به آن تلاش دارد که نقش و حضور زنان در نهادهای انتظامی بیشتر شود. به این خاطر در این نهاد برای 5000 زن کار پیش بینی شده است. به عسکری هم زنان از 19 سال بالا و سالم قبول می شده است. در مراکز که در افغانستان یا در جای وظایف اجرا می کنند، از طریق کودکستان و اطفالشان خدمات صحی ارائه می شود. لطفیه و گلبیبی دو زنی افغانی که برای پیشبرد زندگی و حفظ مرز کشوری خود لباس نظامی به بر کردند، میگویند در این راه یا سر میدهند یا سنگر. وزیر کار و مهاجرت تاجیکستان میگوید رفت آمد مهاجران تاجیک به خارج به مراتب کم شده است. سومنگول تقوی‌زاده روزی 21 ایول در نشست خبری در دوشنبه گفت در نیم سال گذشته از تاجیکستان تقریبا 309,000 به خارج سفر کردند که در مقایسه با 6 ماه سال 2015 تقریبا 28,000 نفر کمتر است. روسیه یکی از کشورهای اصلی مهاجرپذیر از تاجیکستان است و در آنجا تقریبا 1,000,000 نفر از مهاجران تاجیک کارو اقامت می کنند. مهین دوران در برای این مسائل با طالب شریپوف معاون سردار خدمات مهاجرتی تاجیکستان صحبت کرد. در ظرف نیم سال گذشته چند شهروند تاجیکستان که در روسیه به سبب های ناچیز از کار بیکار گشتند، دوباره حق بازگشت به اون کشور رو پیدا کردند. من در 6 ماه سال 2016 زیاد از 210 نفر مهاجران ملتی ما که در رویخط مملکتگان بودند از این رویخط خارج شدند. من همین 210 نفر. 10 نفری که گفتید همین رو فقط به قید گرفتید یا اینکه بیشتر؟ نه، شماره مراجعات من فقط در 6 ماه سال 2016 با خدمات مهاجر وزیر ساختار قریب 65,000 شهروندان ما مراجعه کردند. این بسیار مراجعات اساسا برای سنجش شناسنامه ها، یعنی وارد شوی این شهروند ممکن است به فیرس رسیا من است. می توانید بگویید که بازگشت مهاجران به تاجیکستان چقدر شده است؟ آیا افزایش یافته است یا کم شده است؟ 6 ماه سال 2016 390,000 زیاد از 390,000 شهروند با مهاجرت میتی رفت
رفتن و از اون جمله 160,000 بازگشت به وطن. این افزایش میابد برای چی؟ برای که باز یک بار تکرار میکنم که همین بحران اقتصادی، وضع مالی در فدراسیون روسیه، پس شدن قرب پول روسی و مستحکم نبودن قانون‌گذاری این دولت، کنیش این مانع میشد که برای که مهاجر ملتی به این سفر به خارج کشور خودداری میکنه خودشون. وزارت مهنت برای جلوگیری از همین اینکه مهاجران با گروه های افراطی مثلا وارد نشوند چی کار برو پیش میگیرند؟ این هم باز یک بار تکرار میکنم، ما یکی از دستاوردهای خدمات مهاجرت این بردن کارهای اطلاعاتی فرماندهی در بین ساکنان کشور میباشد و باید قید نمود که در همه مناطق ما ساختارهای خدمات مهاجرت فعالیت دارند و آنها با در همکاری با مقامات محلی حاکمیت دولتی شهر و ناحیه گروه های کاری تاسیس میدهند که در این گروه های کاری کارمندان وزارت کارهای داخلی، کارمندان امنیت، کارمندان معارف، کارمندان تندرستی اوید به همه پخلوهای همون فعالیت کاری معرفی میکنند و از اون جمله پیشگیری همین شامل شوی جوانان و همون گروه های افرادگرایی نیز صحبت ها میگذارند. یکی از ورزشکاران شناخته تاجیک میگوید تمام کوشش را به خرج میدهد تا از بازی‌های المپیا از برزیل دست خالی برنگردد. انور یونسوف مشتنی با مهارت بر رادیو آزادی گفت این زمان برای این بازی‌ها که ماه آگوست شروع می‌شوند همه طرفه آمادگی می‌گیرد. نرزالله لطیف همکار ما در دوشنبه آمادگی‌های انور را مشاهده کرد. مشتنی معروف انور یونسوف تاجیکستان را در بازی های 31 تابستانه اولمپی که از 5 تا 21 آوگوست سال روان در شهر ریو دی ژانیرو برزیلیا برگزار می شوند نمایندگی می کند. اولمپیاده ریو برای او سومین بازی های اولمپی به شمار می رود و این دفعه در مسابقه بوکس در وزن زیر 60 کیلوگرم رقابت خواهد کرد. انور یونسوف در مسابقات جهانی انتخابی اولمپی اوید با بوکس بین مردان که ماه ایونی سال جاری در پایتخت آذربایجان شهر باکو برگزار شد، صاحب راحت به المپیاده ریو شده است. با من گرفتن راحت به المپیاده سال 2016 هم در برزیلیا با آسانی به دست نیامده است. من خیلی سخت و با ثبات محنت کردم تا که به مقصد برسم. همگان انتظار نبودند که من در مسابقه جهانی انتخابی المپی صاحب راحت می شوم. من 6 قوه آزمایی خیلی مشکل انجام دادم. انور یونسوف در دو المپیاده پیشین با رهبری مربی معروف بوکس مرزا شمسیف شرکت کرده است. او یک سال پیش به باشگاه لکماتیف آمد و او را مربی ورزیده عباس نعمت‌اللهیف به بازی های المپی آماده می سازد. استادش باور دارد که انور در برزیلیا صاحب مدال می شود. بعد انجام هر یک قوه آزمایی انور در مسابقات انتخابی المپی در باکو مربیان سطح جهانی به نزد مشتنی ما آمده دستش را می فشردند و می گفتند که با چنین مهارت عالی تو حتما در المپیاده مدال به دست می آری. ما هم باور داریم که انور حداقل با مدال برنجی سرفراز می گردد. هرچند این کار خیلی مشکل است. در برابر انور یونسوف 6 ورزشکاری دیگر تاجیکستان را در بازی های 31 تابستانه اولمپی در شهر ریو دی ژانیرو برزیلیا نمایندگی خواهند کرد. و آخرین خبر، رئیس کمیته انداز تاجیکستان گفت جمع‌آوری انداز در تاجیکستان به خصوص از کارخانه های دولتی مشکل تر شده است. نصرت الله دولتزاده روز 22 ایول در نشست خبری در دوشنبه گفت در نیم سال گذشته مالیات پرداخت نکرده کارخانه ها به مرز 1 میلیارد سومانی نزدیک شده است. به معلوم شما برسانم که باید بیشتر از نصف بودجه دولت تاجیکستان از حساب مالیات است، ولی به دلیل کم شدن پول مهاجران کاری در روسیه پرداخت مالیات هم کاهش یافته است. و اخبار از این هم بیشتر در وبسایت ما، در صفحه های آزادی در فیسبوک، تویتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن های همراه.